همه ما میدونیم سیگار چه تأثیرات منفی روی سلامت دندون‌ها داره، اما سیگارهای الکترونیک چطور؟ اطلاعات زیادی راجع به تأثیر این پسرعموهای تازه وارد روی دندون‌ها موجود نیست. به خاطر همین تو این ویدیو می‌خوایم راجع به تأثیر سیگارهای الکترونیک روی سلامت دندون‌ها صحبت کنیم. پس توی ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام می‌کنم بهتون، خیلی خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم. اول از همه باید خیلی محکم بگم که اگر اعتیاد به نیکوتین ندارید، به هیچ وجه سراغ هیچ ماده‌ای که نیکوتین داره نرید، حتی اگر چیزای به ظاهر کم خطری مثل سیگارهای الکترونیک باشن، چون نیکوتین به شدت اعتیاد آوره و رهایی از این اعتیاد به شدت سخته و هر ماده یا وسیله‌ای که توش نیکوتین داره سرطانزا هم هست و عمر شما رو میتونه کوتاه بکنه. اما بریم سراغ تأثیرات سیگارهای الکترونیک مثل ویپ و پاد سیستم روی سلامت دندونها. به این صورت شروع میکنیم که از لحظه ورود دود اینها به دهان بررسی میکنیم و میریم جلوتر. یک مزیتی که سیگارهای الکترونیک نسبت به سیگارهای کلاسیک دارن اینه که توش غیر وجود نداره. غیر یک ماده چسبناک و سیاهه که به دندونها میچسبه و باعث رنگ گرفتن دندونها میشه. اما آیا نبود غیر از رنگ گرفتن دندونها جلوگیری میکنه؟ در تحقیقات نشون داده شده که اینطور نیست. به خاطر اینکه این سالت‌ها و جویس‌ها خودشون یک رنگی دارن، یه رنگ نارنجی تیره متمایل به قهوه‌ای دارن و همین رنگ میتونه روی رنگ دندونها تأثیر بذاره. به علاوه اینکه نیکوتین، گلیسرین که یکی از ماده‌های اصلی جویس هاست، با مینای دندون واکنش میدن و میتونن باعث رنگ گرفتن دندون ها بشن و علاوه بر اینکه روی دندون ها میتونن رنگ بذارن، روی پرتزهای دهانی هم مثل ایمپلنت های دندون ها هم میتونن رنگ بذارن. دومین تأثیری که دود سیگارهای الکترونیک میتونه بذاره اینه که وقتی به دندون ها برخورد میکنه باعث میشه که ماده گلیسرین هم به دندون ها برخورد کنه. این گلیسرین همونطور که گفتم یکی از مهمترین ماده های تشکیل دهنده جویس ها و سالت هاست که یه حالت چسبناک بهشون میده و همین چسبندگی رو میتونه به دندون های ما منتقل کنه و طبق تحقیقات نشون داده شده که میتونه باعث چسبندگی 4 برابری باکتری ها به دندون بشه، به خصوص باکتری استرپتوکوک موتانس که اصلی ترین باکتریه که باعث پوسیده شدن دندون ها میشه. به علاوه اینکه چسبندگی های باکتری رو زیاد میکنه، میتونه باعث رشد 2 برابری باکتری ها هم بشه، به خصوص باکتری های بیماریزایی مثل استرپتوکوک پایوژنز و استرپتوکوک نمونیا. حالا همین گلیسرین وقتی گرما میبینه تبدیل میشه به فرمالدهید و فرمالدهید هم در دهان ما تبدیل میشه به فرمیک اسید، یعنی یک ماده اسیدی وارد دهان ما میشه. مواد اسیدی باعث دمینرالیزه شدن مینای دندون‌های ما میشه. یعنی چی؟ یعنی اون مواد معدنی محکم مثل کلسیم که توی مینا هست و از دندون محافظت میکنه رو در خودش حل میکنه و باعث از بین رفتن اون میشه و این باعث نرمی دندون‌ها، حساس شدن دندون‌ها به مواد گرم و سرد و در نهایت پوسیدگی دندون ها میتونه بشه. از تأثیرات مستقیم دود بر سلامت دهان و دندان که بگذریم، میرسیم به نیکوتین. جذب نیکوتین هم از دهن انجام میشه هم از ریه، اما یکی از تأثیرات مهم نیکوتین اینه که باعث وازوکانستریکشن میشه، یعنی باعث تنگ شدن عروق میشه و وقتی که باعث تنگ شدن عروق لثه و دندون های ما بشه، باعث میشه که خون کمتری به این بافت ها برسه و در نتیجه باعث میشه که اکسیژن کمتری به این بافتا برسه و مواد غذایی کمتری به این بافتا برسه. همه این آیتم ها باعث میشن که سلامت دندان و لثه پایین بیاد، قدرت ایمنی و قدرت محافظت از خودش کم بشه و قدرت ترمیمش هم کم بشه، که همه اینا باعث به وجود اومدن بیماری های لثه و افتادن دندون ها یا پوسیده شدن دندون ها میشه. به علاوه این، بزاق ما از مایعی که توی رگ ها هست تشکیل میشه و همین تنگ شدن عروق به خاطر نیکوتین باعث میشه که بزاق کمتری هم تولید بشه و کسایی که از محصولات نیکوتین دار استفاده میکنن دچار درجاتی از خشکی دهان میشن. ممکنه که ما با آب خوردن بتونیم این خشکی رو کم بکنیم، اما آب مثل بزاق ما نیست و بزاق ما طوری طراحی شده که بتونه اثرات محافظتی برای سلامت دهان و دندان داشته باشه. تازه خیلی‌ها
میان آب هم مصرف نمی‌کنن و به جاش از نوشیدنی‌های استفاده می‌کنن، مثل نوشابه‌ها یا میوه‌ها که شکر توشون دارن، و این شکر میرسه به همون باکتری‌هایی که هم رشدشون زیاد شده بود، هم چسبندگیشون زیاد شده بود و حالا غذا هم دارن و میتونن سرعت کار خودشون رو بالاتر ببرن. راجع به دو تاثیر دیگه سیگارهای الکترونیک روی سلامت دندون‌ها می‌خوایم صحبت کنیم، اما تا اینجا اگر این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً لایک رو بزنید که ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. اگر سابسکرایب نکردید برای حمایت رایگان از من میتونید سابسکرایب کنید، و اگر در خارج از ایران هستید و میخواید از من حمایت مالی کنید میتونید از دکمه سوپر تنگز استفاده کنید. اما مهمترین نکته اینه که تجربیاتتون رو توی بخش کامنت با من و بقیه به اشتراک بذارید. اثر بعدی سیگارهای الکترونیک که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم تومورهای دهان و فک. پروپیلن گلیکول گرمادیده توسط WHO سرطانزا اعلام شده و میتونه ریسک سرطانزایی رو بالا ببره و باعث تومور و سرطان به خصوص در ناحیه دهان و فک بشه. البته این سرطانزایی هیچ وقت قابل مقایسه با سیگار نخواهد بود، به خاطر اینکه سیگار 4000 ماده وارد بدن میکنه که خیلی از اونها سرطانزا هستن، اما در سیگارهای الکترونیک مقدار این مواد بسیار کمتره که توی ویدیوی دیگه این آثار رو کاملا مقایسه کردیم، لینکش رو میذارم توی دسکریپشن، میتونید بعد از این ویدیو اون ویدیو هم ببینید. یک اتفاق ناگوار دیگه درباره سیگارهای الکترونیک اینه که این دستگاه‌ها دارای باتری‌های لیتیومی هستن و باتری‌های لیتیومی خیلی دیده شده که دچار انفجار بشن توی دستگاه‌های مختلف، حتی توی گوشی‌ها هم حتما دیدید که ممکنه منفجر بشن. اگر باتری لیتیومی یک دستگاه منفجر بشه میتونه صدمات خیلی زیادی رو به فک، دهان و دندون‌ها وارد کنه. از سال 2015 تا سال 2017 حدود 2000 مراجعه به اورژانس به علت منفجر شدن باتری‌های لیتیومی سیگارهای الکترونیک ثبت شده که البته تعداد زیادی محسوب نمیشه و اکثرشون مواقعی بوده که افراد به طرز نادرستی از دستگاه خودشون استفاده کردن، اما با این حال یک ریسکیه که ممکنه حتی با درصد پایین رخ بده اما عوارضش خیلی زیاده. در آخر اگر بخوام یک جمع‌بندی کنم باید بگم که سیگارهای الکترونیک دستگاه‌های سیف و ایمنی نیستن، اما اگر بخوایم با سیگارهای کلاسیک مقایسه‌شون کنیم خیلی آثار زیانبارشون کمتره، چه روی دندان باشه چه مسئله سرطانزایی و مشکلات دیگه شون باشه. اما یه نکته مهمی وجود داره و اون اینه که کسانی که میرن سراغ سیگارهای الکترونیک به خاطر اینکه استفاده از این دستگاه بسیار راحته، همیشه آماده به استفاده هستن، بوی کمی دارن، معمولا استفاده مقدار استفاده بیشتر از سیگارهای کلاسیک میشه. دیده شده که افرادی بین 300 تا 500 پاف هم در روز میکشن. اگر قرار باشه ما یک سیگار الکترونیک رو 10 برابر یا 20 برابر سیگارهای کلاسیک استفاده کنیم، مطمئناً مقدار ریسک و خطرات نزدیک میشه به سیگارهای کلاسیک. پس این نکته رو توی ذهنتون داشته باشید که خطرات کمتر سیگارهای الکترونیک در استفاده مساوی با سیگار سنجیده میشن و اگر قرار باشه خیلی زیادتر استفاده کنیم این اطلاعات مخدوش میشن. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه، به اشتراک گذاری یادتون نره. مرسی و خداحافظ.